مقصدمان شمال شرقی کردستان. در میان راه کامیون های حمل مواد معدنی تا دلتان بخواهد پیدا بود. به قزلجه کند رسیدیم. قزل یعنی طلا، کند یعنی روستا. آوای سنگ و تیشه از هر کوی و برزنی به گوش می رسید. از مبین 13 ساله تا مشهدی محمد 80 ساله همه مشغول ساخت سنگ پا هستند. روزی چند تا درست میکنی؟ 500 تا. 250 تا مثلا تا غروب میشین اینجا درست میکنی سنگ پا. سنگ پا ساده ترین محصول معادن فوکه است که انگار سهم این مردمان از 5 معدن بزرگ کشور در این خطه هم همین است. معدن سینا 2 تا سینکار داره که حدود 600 هکتار الان محدوده داره، 200 سالم تمام نمیشه. هیچ سهمی ندارم، سهمش فقط گرد و خاک از اون داریم. اگرچه خیلی ها ابزار دستشان ساده است، اما آقای عبدی قدمی فراتر رفته و سنگ پاهای خوشگلتر و گرانتری را روانه بازار می کند. درآمدش خوبه، کارمون رو کیفیت میدیم. الان ما میریم یه ماشین سنگ از معدن میاریم، حالا یه پولی بابتش میدیم، کرایه میدیم، میاریم اینجا، قیمت خودش بره. شاید در نگاه اول خنده دار باشد، اما برندسازی همین سنگ پا میتواند جوانان بیشتری را در روستا ماندگار کند. بخوایم تعاونی ایجاد کنیم، بخوایم هزینه‌های دیگه بکنیم که مثلا یه تا دم دستگاه بیاریم، هزینه میخواد. سعید یکی از جوانان تحصیل کرده قزلجکند فکرهای بزرگی در سر دارد. ما قادر هستیم این شغل رو توسعه بدیم، به روستاهای اطراف هم این نونی برسه، ولی در صورتی که از ما حمایت بشه. قضیه برندسازی سنگ پا را از رئیس سازمان سمت جویا شدیم. این کار خیلی خوبیه. آقای دروزمی وعده داد تا تمام و کمال با جوانان روستا همکاری کند. توجیه اقتصادی داره، ما دریغی برای کمک کردن نداریم، هم زمین واگذار میکنیم، هم تسهیلات میدیم. تو خود روستا هم باید انجام بشه، نه جای دیگه. با برندی که به ثبت میرسونن هم فروش داخلی داشته باشن، هم صادرات بکنن. اگر تولید سنگ پا در کردستان ساماندهی شود، علاوه بر تامین نیاز داخلی، کشورهای عراق، آذربایجان، افغانستان و حتی اتحادیه اروپا از مشتریان سنگ پای ایران به حساب میآیند. زندگیشون با همینا میگذره. چیز زیادی هم از مسئولان نمیخوان، فقط یه خورده حمایت میخوان. بهنام امیری، خبرگزاری صدا سیما، روستای قزلچکن، قربه.